با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه، جمعه پایان هفته است و ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. 23 نوامبر 2018 است و 2 آذر است و این روزها هم در آمریکا مراسم شکرگزاری است، ایام شکرگزاری. اجازه بدید که این ایام شکرگزاری رو به همه شما نازنینان یه بار دیگه تبریک بگیم و بریم مثل هر جمعه خدمت آقای آلبرت بوتساز نازنین عرض ادب و احترام کنیم، سپاسگزار باشیم از حضورش در برنامه. آقا من به شما سلام میکنم. آقای آلبرت، من هم با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگانتون امیدوارم که روز شکرگزاری خوبی رو همگان داشتن و از این روز تعطیلی استفاده کردن. بفرمایید. ممنونم از شما. شما هم رفتین برای مراسم خرید بزرگ یا چه کردین شما؟ خرید بزرگ که نه، چون من باوری ندارم درش، اونم برای اینه که یه مقدار وقتی میخواد که شما برین اونجا و در واقع فکر میکنم هر زمانی که شما قصد خرید داشته باشین، به خصوص دیگه با مسئله آمازون و اینترنت خریدها آسان تر شده. نخیر، من امروز سر کار هستم و دارم با شما صحبت میکنم و بینندگان و شنوندگان عزیز. ممنون ازت. بله، این خرید بزرگ هم یه بازیه برای ایده‌ای. به هر حال درست میگی، با وجود آمازون و اینترنت خیلی این در حقیقت شرکت ها رو به تنگنا برده. نمیدونم چه شرایطی رو پیش خواهد بود. با همه این اوصاف استاک مارکت هم وضعیت مطلوبی ندارد. امیدواریم که به حال اقتصاد اونجوری که آقای ترامپ معتقده خوب باشه. نمیدونم. اما من به راستی های بدیه پرسش دارم. تو برنامه خودم هم امروز این رو مطرح کردم و اونه که 400 تا موشک حماس به سمت اسرائیل پرتاب کرد، ولی اسرائیل که همواره با خشم پاسخ میداد، هیچ پاسخی به این حملات نداد تا جایی که آقای لیبرمن، ما هفته گذشته راجبش صحبت کردیم، آقای لیبرمن استعفا کرد از سمت وزارت دفاع. آقای نفتالی بنت که خیز برداشته بود برای نخست وزیری ناگهان عقب نشست. چه چیزی بی بی در اختیار داره؟ چه صحنه ای رو به اینها نشون داد که آقای نفتالی بنت هم از خواسته خودش عقب نشست و عملی رو انجام نداد؟ چی میدونی از این دست مطالب؟ آقا ببینید، قبل از اشاره به این مسئله و جواب دادنتون، دوست دارم فقط راجع به ماه نوامبر من یه چند کلمی رو بگم. دیروز 50 و چند سال کشته شدن پرزیدنت کندی بود، جان اف کندی، 22 نوامبر 1963. در همین ماه ما یک گروگانگیری در ایران داشتیم 40 سال قبل، 4 نوامبر. و در همین ماه هم بود که اسحاق رابین نخست وزیر سابق اسرائیل رو در دهه 1996 کشتند. خب همه اینها یک به همدیگه ربط داره، برای اینکه من فکر میکنم کشته شدن کندی، اساسینیشن کندی، حداقل ببخشید تاریخ آمریکا و تاریخ دنیا رو قدری عوض کرد و بقیه مسائل که امروز ما گریبانگیرش هستیم، که در واقع همون کشته شدن رابین و گروگانگیری بود که امروز در واقع به رابطه و اتفاقاتی که در خاورمیانه میافته به نظر من رابطه مستقیم داره. اما اتفاقی که بین اسرائیل و غزه و استعفای لیبرمن و در واقع اون خیزی که شما گفتید آقای بنت برداشته بودن برای اینکه میخواستن سردار جنگی اسرائیل بشن، من فکر میکنم که این گروه مخفی، یعنی لو رفتن این گروه سری تکاوران، کماندوهایی که از غزه وارد بخش از اسرائیل وارد غزه شده بودن، یک امر عادی و مکرر بوده برای نیروهای کماندوی اسرائیل. و همونطوری که این عملیات امروز در شمال اسرائیل انجام میشه در مرز با لبنان و دستگاه‌های سنجش صدا، ببخشید
گوش کردن دستگاه شنوایی رو اونجا نصب میکنن. این یک امر عادی بوده که کمانده‌ها و تکاوران برن اونجا و این دستگاه ها رو اونجا نصب بکنن. این گروه هم در دو هفته پیش همین کار رو انجام میداده با یک وانتی که پر از میوه بوده، با چهار نفر دو که هر دوتا از افسران لوتنت کرنال بودن، یعنی سرهنگ دو بودن، میرن اونجا که این دستگاه های شنوایی رو در این منطقه که خودشون میخواستن در واقع نصب بکنن. تصور من برای اینه که نه تنها میخواستن دستگاه شنوایی بذارن، بلکه میخواستن حداقل یکی از رهبران این گروه که در واقع بعد هم کشته شده، یعنی در ساعتی بعد نیروی هوایی اسرائیل حمله میکنه و این کماندو که مسئول کندن تونل ها بوده و مسئول در واقع حملات موشکی بوده رو هواپیماهای اسرائیل بعد از اینکه این گروه لو میرن میکشه. اتفاقی که میفته اینه که این وانت وقتی که داشته میرفته از مرز اسرائیل وارد غزه میشه در منطقه خان یونس، توسط یکی از گشتی های حماس مورد ردیابی میشه و دستور توقف میدن و از اونجا تیراندازی شروع میشه و اون سرهنگ دو کشته میشه و بلافاصله هلیکوپتر اسرائیلی وارد اونجا میشن، این چند نفر رو نجات میدن و حمله میکنن به اون گروه که دیگه تیراندازی نباشه. این اتفاقی بود که افتاد و روز بعدم که شما اشاره کردین نزدیک 500 موشک پرتاب شد که اکثر موشک ها توسط در واقع جهاد اسلامی بود که مستقیما از تهران دستور میگیره. اما برای اینکه در واقع استعفای لیبرمن و مسائلی رو که آقای نفتالی بهت پیش آوردن و در واقع طریقی که آقای بنجامین نتانیاهو تونستن همه مخالفین رو نرم بکنن و در مطبوعات اسرائیل گفتن که اطلاعاتی در دست هست که من نمیتونم الان بگم. البته من فکر میکنم که این اطلاعاتی که آقای نتانیاهو گفتن نمیتونیم بگیم این بود که حماس و جهاد اسلامی برای اسرائیل یک تله‌ای گذاشته بودن اینجا و اون این بود که قصد بر این بوده که در زمانی که حماس، حالا نه در این چند روز هفته پیش این اتفاق افتاده بود، ولی در یک مقطع زمانی، زمانی که حماس حمله میکنه، حزب الله و نیروهای حزب الله در سوریه به طرف اسرائیل هم موشک پرانی بکنن و در واقع دستگاه های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل از این مسئله اطلاع داشتن و نتانیاهو نخواست در اون زمان وارد جنگ بشه. و باز من ایمان دارم که نتانیاهو خواست زمان جنگ رو انتخاب بکنه و دید امروز زمان جنگ با حماس نیست، امروز زمان جنگ با حزب الله نیست، برای اینکه مسئله ایرانه. هر دو این گروه از ایران پشتیبانی میشن از نظر نظامی، از نظر مالی. بنابراین اجازه بدید که با بودن شخصی مثل آقای پرزیدنت شام در کاخ سفید و با گذاشتن تحریمات به روی ایران، اجازه بدید این تحریم ها کار بکنه و ببینیم که آیا ما میتونیم این گروه ها رو محدود بکنیم یا نه. اطلاعاتی که به دست میاد، امروز داریم میبینیم که حوثی ها در یمن دارن وارد مذاکرات صلح میشن و نگاه میکنیم میبینیم تنها گروهی که ایران کنترل کامل داره گروه حزب الله. اما یک مسئله بسیار مهمی اینجا هست، مسئله حماس. البته امروز دو گروه در فلسطین حکومت میکنن، یکی گروه حماس که البته کلمه حماس از کلمه حرکت مقاومت اسلامی است که بهشون میگن حماس، و گروه دیگری فتح هستن که اون گروه های فتح در کرانه رود غربی و اینها در غزه حکومت میکنن. قصد اسرائیل از اینه که قدرت جنگیدن حماس رو با اسرائیل کم بکنه و قصد این گروه تکاوران هم همین این بوده که بتونن حداقل از گفت و شنود حماسی ها و بقیه اطلاع پیدا کنن و قدرت این دو نفر رو، این دو گروه رو کم بکنه که با اسرائیل نتونه مبارزه بکنه. من فکر میکنم که موقعیت استراتژیک فراتر از این موشک‌پرانی بود، فراتر از این 500 موشکی بود که اسرائیل تحمل کرد و نزدیک به 100 خانه در اسرائیل مورد خسارت قرار گرفتن، یک اتوبوس نظامی اسرائیل مورد حمله موشکی قرار گرفت. ولی در واقع نگاه میکنه میبینیم که امروز یک شکاف عمیقی بین این دو گروه فلسطینی، منظورم حماس و الفتح، پیش اومده. فتیها سکولار فلسطینی هستند ولی حماس یک جنبش نیمه مذهبی و اجتماعیه. بنابراین این دو گروه منافع کاملا متفاوتی دارن و در دو قسمت مختلف دارن حکومت میکنن و در واقع این شکاف و این
مسئله داره به اسرائیل کمک میکنه. ولی در داخل خود حماس هم باز یک شکافی وجود داره. اون شکاف بین یحیی سنوار هست و هنیه. در واقع یحیی سنوار کسی بوده که خودش در زندان اسرائیل بوده 9 سال و میدونه که نمیتونه در واقع با جنگ فقط از طریق آرمان فلسطین پیروز بشه و قصد یحیی سنوار که امروز در واقع رهبری حماس رو در داخل غزه به دست داره اینه که باید کمی از این تنش با اسرائیل کاسته بشه که حداقل وضع مردم داخل داخل غزه بهتر بشه. برای همین دلیل هم بود که می‌دیدیم که قطر 90 میلیون دلار به غزه هدیه داد، 15 میلیون دلار اینها نقدی. هفته پیش هم به مسئله اشاره کردیم، وارد غزه شد و به هر خانواده 100 دلار دادن برای اینکه واقعا وضع بسیار بسیار بدی در غزه بود. و در واقع با دستور کابینه امنیتی اسرائیل آقای لیبرمن وزیر دفاع سابق مجبور شد که اجازه بده که برق حماس یعنی گازوئیل فرستادن اونجا که اون کارخونه های برق بتونن شروع به کار بکنن. بنابراین همه اینها رو اگر ما جمع‌بندی بکنیم و در واقع بخوایم نگاه بکنیم که قصد حماس چیه و قصد گروه فتح چیه، که اون در واقع گروه فتح میخواد یک حکومت حالا مستقل یا خودمختار بالاخره در اونجا به وجود بیاره، ولی اشکال عمده ای که امروز وجود داره اشکال دخالت های گروه های دیگری هست اونجا. اشکال عمده ای که امروز مسئله مهمی که هست اینه که من فکر میکنم سپاه پاسداران شکست هایی رو که در اسرائیل از اسرائیل در چند ماه گذشته با از دست دادن نیروها حداقل پایگاه ها و اون قسمت های هوایی که داشتن در اونجا، منظورم از اون هواپیماهای بدون خلبان و بقیه بوده، تماما نشان دهنده یک مسئله است که ایران و گروه سپاه پاسداران منتظر تلافی هستن و منتظر این هستن که موقعیتی پیش بیاد که بتونن در واقع اقداماتی رو که نیروی نظامی اسرائیل برای اونا کرده جوابگو باشن. ولی در واقع سیاست اسرائیل کاملا متفاوته. امروز بنجامین نتانیاهو که 13 سال پیش در زمان اینکه آقای اولمرت نخست وزیر بودن خواستن که اقدامات شدیدتری رو بکنن، ولی همین بنجامین نتانیاهو رو امروز ببینیم که نمیخواد، طرفدار جنگ نیست. از نظر من اون روزی که 500 موشک به طرف اسرائیل شلیک شد زمانی بود که اسرائیل حداقل میتونست با 100 جنگنده هوایی حماس رو و غزه رو در واقع بکوبه، ولی این کارو نکردن و من بر این ایمان هستم که در جنگ بعدی که بین اسرائیل و حماس برقرار میشه اسرائیل قسمتی از غزه رو یا تمام غزه رو در واقع مجددا تسخیر میکنه و این تسخیر کردن به این معنیه که ریشه حماس رو برای همیشه و ریشه جهاد اسلامی رو برای همیشه از اونجا بکنه. ولی این عمل زمانی قابل اجراست که ایران ضعیفی وجود داشته باشه. تا زمانی که ایران بتونه برای حماس و جهاد اسلامی پول بفرسته میبینیم که نمیشه. امروز قطر و عربستان قصد اینا دارن که حماس رو به طرف خودشون بکشن و با حداقل کمک هایی که مصر از نقطه نظر مذاکره بین این دو گروه داره انجام میده به نظر میرسه که حماس و اسرائیل با هم کنار خواهند اومد. روز بعد از شلیک اون 500 مشک گروهی از قاهره به دستور السیسی وارد تل اویو میشن و از اونجا از راه زمینی وارد غزه میشن و اون زمانی بود که دیدیم دیگه نه دنباله موشک ها بود، پرتاب موشک، نه حمله اسرائیل. آیا واقعا حماس داره غزه رو به قطر و عربستان میفروشه؟ من فکر میکنم که قصد در اینه که نفوذ ایران رو در این منطقه کمتر بکنن. نفوذ ایران به این معنیه که در واقع اسرائیل هم به این نتیجه رسیده و دلیل اینکه آقای نتانیاهو تونستن آقای نفتالی بنت رو راضی بکنن که از تقاضای کسب پست وزیر دفاع کنار بیان به این دلیل بود که زمان مناسبی برای جنگ برای اسرائیل نبود. این زمان زمانی نبود که اسرائیل انتخاب کرده بود که بجنگه. این زمانی بود که در واقع شاید ایران و حزب الله می‌خواستن با اسرائیل بجنگن و در واقع نتانیاهو نشان داد که سیاستمدار کاملا مجربیه و میتونه متوجه بشه که چه زمانی رو در واقع به
جنگ ادامه بده. البته من فکر نمی کنم که ایران هم دست کم بیکار نشسته اونجا. من میتونم از سفر وزیر جنگ به سوریه صحبت بکنم، ملاقات با وزیر دفاع ترکیه صحبت بکنم، فرستادن کمیته های اقتصادی به سلیمانیه عراق، به کردستان و بهبود وضع اقتصادی اونهاست که ایران میخواد از برجام به هر نحوی که هست در واقع یعنی خروج آمریکا از برجام رو شکست برای خودش نبینه. بنابراین تمام اینها آقای بهبهانی، از مسئله اتفاقاتی که داره در یمن میفته و اتفاقاتی که در واقع در شمال در اسرائیل داره میفته، اینا هم به همدیگه ربط داره. من فکر میکنم که همونطوری که در چندین برنامه گذشته گفتم، زمانی که جنگ میخوابه باید منتظر جنگ بعدی باشیم. به نظر من جنگ بعدی بین ایران، ببخشید، بین اسرائیل و حماس و در واقع شاید هم تعدادی از گروه سپاه در سوریه با اسرائیل باشه، که در واقع اگر حماس وارد جنگ بشه با اسرائیل، اگر حزب الله وارد جنگ بشه با اسرائیل، فرقی نمیکنه. یعنی به این معنیه که ایران و اسرائیل دارن به هم میجنگن، چون این گروه های نیابتی گروه هایی هستن که از توسط ایران پشتیبانی میشن. بنابراین من نمیتونم ببینم که اسرائیل با اطلاعاتی که به دست آورده، با سیستم هایی که ایران به حزب الله داره میده که موشک ها رو نقطه زن بکنن، اسرائیل نمیتونه این خطر رو به روی سر خودش برای سالیان سال ببینه. من ایمان دارم که اتفاقاتی که در سوریه داره میافته، عربستان و قطر میخوان سوریه رو از چنگ ایران در بیارن، ولی حداقل گروه حزب الله در اینجا عامل بسیار بسیار مهمیه. من فکر میکنم که حماس خودش رو آماده مذاکره با اسرائیل نکرده، ولی آماده این هست که امروز حداقل وارد جنگی با اسرائیل نشه. و همونطور که گفتم، یحیی سنوار درست مسئله رو دیده. ایشون همون کسی بود که در واقع بعد از چندین سال زندانی بودن در اسرائیل به یک مسئله پی برد، و اینم اینه که با نیروی بزرگتر شما نمیتونید حملات تروریستی انجام بدید مگر اینکه در داخل اسرائیل باشین. بنابراین خارج از مرز اسرائیل، اگر که اووردن این خانواده ها به روی مرز، کشته شدنشون، که تهران برای هر کدام از اون فلسطینی هایی که در مرز غزه و اسرائیل کشته می شدن مبلغ 5000 دلار پرداخت کرده، اگر زخمی می شدن مبلغ 500 دلار پرداخت کرده. بنابراین خانواده ها برای اینکه بتونن پولی رو به دست بیارن، جوانشون رو می فرستادن اونجا کشته می شده. و در واقع من فکر می کنم که امروز حماس به این نتیجه رسیده که راهی غیر از جنگ هم باید در اونجا وجود داشته باشه. بفرمایید. ممنون. اشاره میکنی به این که اگر اسرائیل این بار بخواد حمله کنه، کنترل کامل غزه رو به عهده خواهد داشت، یعنی این که بر میگرده و صحرای سینا رو دوباره تسخیر میکنه. این ماجرای صحرای سینا خب منطقه مهمی بود و اسرائیل سالها اونجا رو در اختیار داشت تا بعد از این ماجرای کمپ دیوید و اینها از اونجا نیروهاشو بیرون کشید. ولی اگر به اون منطقه وارد بشی، یعنی اینکه قدم گذاشته با جنگ با مصر. فکر میکنی واقعا چنین چیزی محتمله؟ منظور من از تصرف مجدد نوار غزه است، نه صحرای سینا. برای اینکه نوار غزه جدا از صحرای سینا است. این نوار، این کشور کوچک یا منطقه کوچک همیشه بوده و در واقع مصر اینجا رو کنترل میکرد تا سال 1967. اسرائیل وارد صحرای سینا نخواهد شد به خاطر قرارداد صلحی که با مصر داره. فقط مسئله ای که هست، این نوار چند صد کیلومتری رو، حداقل قسمتی از این نوار غزه رو تسخیر خواهد کرد برای اینکه از خطر حملات موشکی کمتر بکنه. من فکر میکنم که در سال 2005 زمانی که نخست وزیر سابق اسرائیل به طور یک طرفه این منطقه رو پس داد، حداقل اونا میخواستن قسمت‌هایی از اون داستان قرارداد اسلو رو پیاده بکنن. ولی امروز میبینیم که درگیری‌ها به نحوی انجام شده که اسرائیل نمیتونه اون امنیت مرزی رو برای خودش حفظ بکنه. بنابراین تسخیر مجدد تمام غزه برای مدت کوتاه یا قسمتی از غزه ربطی به مسئله صحرای سینا نداره. صحرای سینا بعد از غزه شروع میشه و امروز حداقل نظامیان اسرائیل بر این باور هستند که در 13 سال گذشته که غزه رو پس دادن و در واقع قصدشون این بود که اینجا رو به فلسطین ها، منظورم گروه فتح به
برای همین بود که من اون در شروع برنامه گفتم که چه تفاوتی بین این گروه سکولار فتح و گروه نیمه مذهبی اجتماعی حماس هست. و در واقع گروه فتح با اسرائیل اون اندرستندینگ رو داشتند که چه بکنن، ولی حماس اون مسئله رو نداره و یواش یواش داره وارد اونجا میشه. ولی جواب اینه که خیر، به صحرای سینا کار نخواهند داشت، فقط قسمتی از غزه یا تمام غزه رو محاصره میکنن برای اینکه ریشه های حماس و جهاد اسلامی رو، اگر که حماس اون درک رو داشته باشه و بتونه با کمک قطر و عربستان کنار بشینه، خود حماس نمیتونه جهاد اسلامی رو شکست بده. احتیاج به یک نیروی خارجی هست و اون نیروی خارجی مصر نخواهد بود و اون نیروی خارجی نیروی نظامی اسرائیل خواهد بود. بفرمایید. درست. یعنی خیلی داستان جالبیه. یعنی بعد برگردیم به گذشته های دور. اشاره کردید شما در مقدمه ترور کندی و همینجوری قضایی رو که دنبال میکنین، بعد این ماجرای اسلام است که اسلام شکلشو در 79 تغییر میده، یعنی اسلام با انقلاب اسلامی در ایران که مقدمش در پاکستان، جمهوری اسلامی پاکستان، و بعد انقلاب اسلامی در ایران که چهره جهان رو واقعا تغییر میده. اشاره میکنی به ماجرای فتح و PLO که یک جریان کاملا سکولار بودن. در اونجا ما میدونیم که در همون قلعه صلاح الدین اینا رفتن نشستن و اون بالا این آقای چی اونجا پیانو زد و خیلی سکولار بودن، ولی یک گروه های شیعه که در لبنان حضور داشتن و شاه ایران اونها رو تقویت میکرد به عنوان پادشاه شیعه جهان، کمک مالی میکرد به اونها و حتی این امام موسای صدر رو به اونجا فرستاده بود که به وضعیت اونها رسیدگی بکنن. داستان آقای قدر هست که نماینده ساواک بود در اونجا، دعواهایی که بین اونها اتفاق می افتاد و مفقود شدن امام موسی که در زندانهای لیبی در سفری که داشت می رفت به ایتالیا، قذافی ازش دعوت کرد که سهرا در اونجا هم یه توقفی بکنه و بعد مفقود شد. و بعد خمینی که اون یه رقیب بود در حقیقت برای خمینی، برای اسلام سیاسی، اون رو از بین بردن. خمینی خیلی داستان مثل فیلم های همین جیمز باندی میمونه. و بعد حزب الله که از درون عمل بیرون اومد، بعد جهاد اسلامی، بعد همین پیدا شدن حماس که اسرائیل در به وجود آوردن حماس نقش کلیدی داره. این رو خود اسرائیلی ها علم کردن برای اینکه اختلاف بندازن در فتیها یا همون PLO، ولی امروز این چرخش کرده برای به عنوان یه ابزار معامله برای علیه اسرائیل در اومده. ولی اون ور داستان که خود همین اسلام سیاسی بخشی هست به عنوان ماجرای اخوان المسلمین، مسلم برادرهود، سازمان برادری اسلامی، که این خیلی عمیق ریشه های مهم داره. مصر ناصر یه بخشی از اخوانی ها هستن، البته ناصر خودش با بحث ناسیونالیسم و پان عربیست میاد روی کار و پان عربیست رو مطرح میکنه. اینا رو باید دونه دونه بررسی بشه. اینا رو همه رو دارم میگم برای اینکه شما اشاره به قطر میکنی، میخوام از اینجا بیام به ترکیه. ترکیه‌ای که همین آقایی که الان اونجا هست از اخوانی هاست و همین آقای اردوغان و اون گروه خودشون که حزب عدالت هستن، اینا اخوانی هستن و همین دلیل رابطه نزدیکی با قطر دارن. همین ماجرای کشته شدن این خبرنگار واشنگتن پست، این آقای خاشقچی، که به نظر من یه جور سابوتاژ بوده، یه جور
خرابکاری، یه چیزی اون وسط هست. وگرنه این فضاحتی که امروز به وجود اومده که آقای ترامپ هم میسته و میگه که مهم نیست، پولش برام مهمه، نفت الان 52 دلار، این چه عالیه، حالا چه مهمه، در حالی که آمریکا یه روزی مظهر عدالت بوده، مظهر حقوق بشر بوده، همه ولیوهاش برای دنیا مهم بوده، امروز این هست که ترکیه، قطری که اشاره میکنی 150 میلیون رو هفته پیش گفتین شما که مثل فیلم های جیمز باندی دوباره 150 میلیون پول تو چمدون میذارن، از مرز اسرائیل عبور میکنن، در اختیار حماسی ها قرار میده. اما ترکیه ای که همین آقای عبدالله گولانی که الان موضوع بحث پرسش من هم در این زمینه است، خب میدونیم که این پدر معنوی همین آقای اردوغانه، او با اون آقای اربکان اینها حزب عدالت رو آوردن در سال 2000 به مصدر قدرت نشوندن. چیه، چرا آمریکا تصمیم گرفته که این آقا رو تحویل بده؟ یه بحثایی تو این زمینه هست، صدای قرم قرم شنیده می شود. چی میشنویم از این ماجرا؟ البته خب اشاره شما به قطر، من فکر میکنم که در واقع خیلی از کلیدها در قطر هست امروز. من فکر میکنم حتی اگر نگاه بکنین که این 3000 نفر نیروی نظامی ترکیه که امروز در قطر مستقر هستند و به عنوان در واقع نگهداری قطر هست، به خاطر اینکه قطری ها فکر میکنن که محمد بن سلمان قصد حمله به اونجا رو داره و قصد این داره که کودتا در اونجا انجام بشه. جالب توجه که این 3000 نفر نیروی نظامی ترکیه در دو تا از همون پایگاه هایی هستن که در یک زمانی متعلق به امپراتوری عثمانی بوده و در واقع تغییر زیادی ممکنه زمانه تغییر پیدا کرده، ولی خب من فکر میکنم دلیل دشمنی ترکیه با عربستان حداقل رو دو محور میچرخه. محور اول مسئله اینجاست که ترک های عثمانی کلید مکان های مذهبی رو در دست داشتن تا حدود 100 سال پیش و امپراتوری 120 سال پیش و امپراتوری بریتانیا امپراتوری بود که این کلید رو از دست عثمانی ها در آورد و به تشکیل این کشور عربستان و بقیه رو داد و کلید این حرمین جاهای مقدس رو به دست عربستان سعودی داد. خب یک دشمنی تاریخی با عربستان هست، ولی امروز ترکیه ای که در ناتو هست و در واقع هر چند وقت هر چند زمانی این نوار میده که نخیر ما میخوایم با روس ها کنار بیایم و روس ها هم اصلا بدشون نمیاد به خاطر اینکه اون دیوار آهنین روس ها در اروپا بسته شده، تنها راه فرار روس ها در واقع ترکیه است. پس بنابراین امروز ترکیه داره ساز خودش رو میزنه برای اینکه امروز من فکر میکنم که با در نظر گرفتن مسئله آقای فتح الله گلان که البته الان بهش اشاره میکنم، ولی من فکر میکنم که امروز در واقع منافع آمریکا و عربستان و ترکیه حداقل در یک زمانی در یک مسیر بوده، ولی امروز فقط منافع آمریکا و عربستان در یک مسیره و منافع آمریکا و ترکیه در یک مسیر نیست. حالا براتون توضیح میدم. خب این فشاری که روی عربستان هست، متحد بزرگ آمریکا، و در واقع آمریکا میخواد که روابطش رو با ترکیه بهبود بده، ولی یک شخص اینجا هست که خب شما بهش اشاره کردین، آقای فتح الله گلان، و در واقع من فکر میکنم که کاخ سفید دستور داده بود که در واقع به طور جدی مسئله استرداد یا برگردوندن آقای فتح الله گلان رو مورد بررسی قرار بدن و مراحل قانونی که وقتی مورد بررسی قرار میگیره، این مسئله در مطبوعات ترکیه خیلی با آب و تاب عجیبی درش پیدا کرد که بله آمریکا داره فتح‌الله گلان رو برمیگردونه، ولی در واقع من فکر میکنم که تمام قصد آمریکا و عربستان سعودی و به خصوص اسرائیل و مصر، من از این چهار کشور یعنی منظورم آمریکا رو هم در اونجا میذارم، اسرائیل، عربستان، مصر و آمریکا، قصدشون محدود کردن نفوذ ایران و در واقع اگر نفوذ ایران رو شما محدود بکنید قدرت ترکیه بیشتر خواهد شد. بنابراین
یک عامل دیگر هم باید بهش اضافه بکنیم و اون مسئله کرد هاست و کرد ها همیشه زیر فشار و پاکسازی توسط ترک ها بودن. این مسئله تنش بین آمریکا و ترکیه میندازه. مسئله قاشقچی، جمال قاشقچی و مرگ اون که من فکر میکنم در واقع احتیاجی نبود، چون ایشون یه شخصی بود که خب انتقاد میکرد و دنیا از عربستان سعودی انتقاد میکرد. ولی آیا واقعا این مسئله جمال قاشقچی که یاد بودی از مکه و مدینه تا لندن از ایشون شده بود در یکی دو هفته پیش، آیا انقدر مسئله بزرگی؟ آیا واقعا نقض حقوق بشر ترکیه چقدر بود؟ ترکیه 23 هزار نفر را بعد از کودتای 2016 زندانی کرد و در واقع امیران ارتش خودش رو زندانی کرد، کسانی که براشون میلیون ها دلار پول خرج شده بود که به این تجربیات جنگی و نظامی دست پیدا بکنن. بنابراین ما همین رو که جمع‌بندی بکنیم متوجه میشیم که اخباری که امروز در ترکیه توسط آقای به خاطر مرگ آقای قاشقچی درش پیدا میکنه، نوارهایی که میگن ایشون رو تکه تکه کردن، در اسید آب کردن یا هر برنامه دیگه، من فکر میکنم که آمریکا رو مجبور کرده بود، حداقل کاخ سفید و آقای ترامپ رو مجبور کرده بود که استرداد فتح‌الله گلان رو به طور جدی مورد بررسی قرار بگیره. اما از نقطه نظر قوانین استرداد آمریکا که با ترکیه دارن، این قرارداد استرداد وجود داره، کسی که یک روحانی اهل ترکیه، در واقع این چیزی که آقای فتح‌الله گلان هست، یک آدم روحانیه، با گرین کارت در آمریکا داره به طور قانونی زندگی میکنه، خب ایشون پس خلاف مهاجرتی نکرده و در قوانین استرداد بین آمریکا و ترکیه به طور بسیار روشن و واضح یک مسئله توضیح داده شده: هیچ استرداد و برگرداندن هیچ کدام از شهروندان آمریکا و ترکیه به خاطر دلایل سیاسی یا شخصیت سیاسی یا ابراز عقاید سیاسی امکان پذیر نیست. پس بنابراین کاخ سفید به این نتیجه میرسه که نمیتونه آقای فتح‌الله گلان رو به ترکیه از نقطه نظر دلایل سیاسی یا شخصیت سیاسی یا ابراز عقاید سیاسی برگردونه. بنابراین باید دنبال مسئله قانونی دیگری بگردن. عربستان سعودی از این ببخشید ترکیه از این مسئله آگاهی پیدا کرده و میدونه که برگردوندن آقای فتح‌الله گلان به اون آسونی‌هایی که اینها فکر می‌کردن انجام نخواهد شد. بنابراین باید دلیل دیگری پیدا کنن و امروز من مطمئنم که کاخ سفید توسط وکلای خودشون دارن نگاه میکنن و این قول رو به ترکیه دادن برای اینکه ترکیه روابط خودش آمریکا رو روابط خودش با ترکیه بهتر بکنه، دوست داره که آقای گلان رو برگردونه. ولی من یه سوال اینجا پیش میارم: آیا تمام رابطه آمریکا و ترکیه فقط مسئله آقای گلانه؟ آیا این روابط اشکال ساختاری و ریشه‌ای نداره؟ از نظر من داره، برای اینکه این دو کشور من فکر میکنم اختلافات بسیار بسیار زیادی رو دارن و اختلافاتشون، آقای بهبهانی شما اشاره کردین، مسئله اسلامی ها، مذهبی ها، اخوان المسلمین و بقیه است. بنابراین من این نفشگیری رو میکنم که فتح‌الله گلان بازیگر بسیار کوچکی در این داستان بسیار بزرگتره. امروز سیاست آمریکا و ترکیه جدایی یا جداسازی شده. یعنی منظورم اینه که آهسته آهسته آمریکا و ترکیه در خاورمیانه در دو مسیر مختلف دارن میان و این مسیر مختلف ترکیه رو در یک مقطع زمانی با وجود اینکه عضو ناتو هست در کنار روسها قرار خواهد داد و اگر روسها با همین وضع سیاسی جلو برن، متوجه خواهیم شد که یک زمانی در یک مقطع زمانی یک اتحاد بین روسیه، ترکیه و ایران، اگر ایران بتونه از این مسئله تحریمات سالم بدر جون سالم بدر ببره، یعنی بدون اینکه کشور ایران تقسیم بشه، بدون اینکه مورد حالا جنگ داخلی یا مسئله دیگه پیش نیاد، من فکر کنم این اتحاد پیش خواهد اومد. ولی در خاتمه من این رو بگم که حداقل کاخ سفید و دولت آقای پرزیدنت ترامپ با مطرح کردن برگرداندن آقای فتح‌الله گلان نیت خوب رو دارن به ترکیه نشون میدن. من فکر نمی کنم که این مسئله انجام بپذیره، ولی در تا زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور آمریکا هستن، هیچ وقت ما نباید فکر بکنیم که هیچ چیزی امکان پذیر نیست. امکان این هست، ولی فتح‌الله گلان رابطه آمریکا و ترکیه رو خوب نخواهد کرد. امروز مسئله که وجود داره از نظر من ترکیه میدونه که چقدر
عربستان سعودی برای آمریکا اهمیت داره و میخواد از این مسئله در واقع برای خودش این نتیجه گیری رو بکنه که برگرداندن فتح الله گلان در واقع آقای اردوان رو به عنوان رئیس جمهوری دائم العمر در ترکیه خواهد گماشت. بنابراین این منتظر این مسئله باشین که آب و تاب به آقای فتح الله گلان داده بشه، ولی با جو سیاسی امروز آمریکا و با حوادثی که در زمان ملاقات آقای اردوان در واشنگتن شد و اون بادیگارد های آقای و ماموران امنیتی ترکیه مخالفان اردوان رو زدن و لتو پار کردن و پلیس آمریکا دخالت نکرد، من فکر میکنم که برگردوندن آقای فتح الله گلان راه بسیار بسیار سختیه و ترکیه موفق نخواهد شد، ولی امکان این که آقای ترامپ 180 درجه بچرخه و این کار رو انجام بده هست. بفرمایید. آره، ولی خب آقای ترامپ حتی در مورد این پناهنده ها هم که میبینی از یک قانون هایی داره استفاده میکنه که این قانون های در حقیقت کهنه هستن، مثلا یکی قانون ماگنستیه چیه نمیدونم اسمش اگر درست بگم، یا یک قانون دیگه که مربوط به دوران جنگ سرده و استرداد این آدم هایی که به خلاف منافع آمریکا عمل کردن. ولی شما اشاره کردی این آقای فتح الله گلان، حتی ما شاهد بودیم که در خبرها، یعنی در حقیقت اومده بود که یه تیراندازی در محل سکونت این آقا که در یک قصر بسیار بزرگی در ایالت پنسیلوانیا زندگی میکنه، بعد گفتن که نمیدونم یه نفر با اسلحه اومده بوده، محافظین شلیک کردن، در حالی که لای خبرها میگفتش که درگیری بین FBI و CIA بوده. از این درگیری ها همیشه بین ماموران آمریکا وجود داره که آیا حالا معلوم نیست مامورن FBI اومده بودن که این آقا رو برو باین ببرن، از این قوانین استفاده کنن. خیلی پیچیده است، ولی این رفتار آقای ترامپ از همه جالبتره. حتی در مورد این آقای بن سلمان با صراحت تمام گفت والا اگرم کرده نکرده که خودش ناراحته، منم ناراحتم، ولی ما قرارداد داریم و نفت پایینه، ما داریم از این استفاده میکنیم. اینو رفتار آیا فکر نمیکنی کار رو به اونجا برسونه که حتی اینا حاضر بشن که این رو تحویل بدن؟ من همچنان فکر میکنم که آقای ترامپ آمادگی چنین کاری رو داره. ببینید آقای بیرمانی، مسئله قاشقچی رو بیش از اندازه بزرگ کردن و در واقع کشور ترکیه این کار خیلی کردن. نه مطبوعات آمریکا، مطبوعات آمریکا این کار نگردن، ترکیه این کار کرده. بنابراین این بزرگی که اتفاقی که افتاد، نوارهایی که پخش شد و رئیس CIA به ترکیه سفر بکنه که این نوار رو گوش بکنه، منظور من به اینه که پشت پرده مقامات آمریکایی، دستگاه‌های اطلاعاتی جاسوسی آمریکا رفتن به ترکیه، ملاقات کردن، نوارها رو گوش کردن و خواستن این نوارها رو در اختیار رئیس جمهور آمریکا بذارن. ولی مسئله که هست اینه که اول اینکه خب جان یک انسان بوده و من خیلی متاسفم، برای اینکه من فکر میکنم زنده بودن آقای قاشقچی حداقل برای شهروندان عربستان سعودی بیشتر مفید بود و من اینو ایمان دارم که ایشون میتونست حداقل روزنامه نگاران دیگه رو با خودش متحد بکنه که تا اونجایی که هست یک سری انتقاد سازنده از دولت عربستان سعودی بکنه. بنابراین من هم اندوهگین هستم از اینکه این شخص جان خودش از دست، ولی در زمانی که ما نگاه میکنیم آمریکا وارد جنگ میشه در خلیج فارس و به افغانستان 15 سال نیروهاش اونجا نگه داشته و نزدیک به چند میلیون انسان در اینجاها کشته شدن و صدای هیچ مطبوعاتی در نمیاد که به نیروی نظامی آمریکا اعتراض بکنه و این هواپیماهای بدون خلبان که هر روز بلند میشن و در گوشه و اقصی نقاط خاورمیانه یه سری از حالا مخالفان سیاسی نظامی آمریکا رو از بین میبرن، هیچ دستگاه مطبوعاتی نیست صحبت بکنه، ولی فقط برای یک نفر شما میخواین که در واقع آقای محمد بن سلمان که سالیان سال دوروبرش نشستن و ایشون رو به عنوان مسیح آزاد کننده عربستان آقای مزوادن سرکار میخوان برکنار بکنن. من فکر میکنم که
حداقل اگر اروپایی ها رو دارید نگاه میکنید آقای بهبهانی، که به طور خیلی دقیقی از حالا کشور کوچکی مثل دانمارک و بقیه شروع کردن. امروز هم فرانسه اعلام کرد که 18 نفر از شهروندان عربستان سعودی رو که در این مسئله دخالت داشتن مورد تحریم داره قرار میده. من فکر میکنم که حتی کشورهای اروپایی دنبال این هستن که بتونن حداقل قسمتی از این مسئله تحریم های آمریکا در برجام رو کمتر بکنن. بنابراین این سیاست ها به همدیگه ربط داره و من در خاتمه میتونم بگم که بله، امکان این که یک عمل غیر مترقبه پیش بیاد و آقای پرزیدنت ترامپ تصمیم بگیرن که این آقا رو بگیرین سوار هواپیماش کنین به خاطر این مسئله قانونی، ایشون گرین کارت خودش رو در واقع he violated his green card، یعنی یه مسئله رو پیش میتونن بیارن. من نمیتونم اینجا این مسئله رو 100% بگم. از نقطه نظر حداقل اون اطلاعاتی که من دارم که نسبت به این استرداد نمیتونه به دلیل سیاسی یا شخصیت سیاسی یا مسئله باشه، میتونن یه مسئله خیلی کوچیکی رو پیش بیارن که بله، ایشون یه کارمندی رو در خونش، یه خانم تمیزکنی رو در خونش آورده کار کرده و حقوق ایشون رو نداده، یا مثلا سوشال سکیوریتی رو نداره، این وایلیت کرده قوانین آمریکا رو، بگیریم بیرونش بکنیم. بله، میتونن این کارو بکنن، یعنی کار خیلی ساده هم هست. اگر ما میتونیم در صحنه سیاسی کسی مثل آقای کلینتون، خانم کلینتون یا آقای جان کری میون مورد اتهامات قرار میگیرن که نمیتونن رئیس جمهور آمریکا بشن، بنابراین بیرون کردن یک روحانی اهل ترکیه با گرین کارت برای واشنگتن فکر نمیکنم کار مشکلی باشه. ولی آیا واقعا آقای فتح‌الله گلان تمام مسائل رو حل خواهند کرد؟ من فکر میکنم که این آقای اردوان اگر فتح‌الله گلان هم پس بگیره که زندانیش خواهند کرده، بلافاصله ایشونو محاکمه و دار خواهند زد، در اونجا میکشنش، مسئله ترکیه و آمریکا رو حل نخواهد کرد. مسئله ترکیه و آمریکا آقای بهبهانی مسئله کردهاست. تنش بین آمریکا و ترکیه مسئله کردهاست. کردها در اون جایی که، یعنی هر زمانی که مسئله کردها باشه، امروز ما میبینیم که عربستان سعودی آقای بهبهانی به کردهای داخل سوریه براشون اسلحه نظامی و حتی مشاوران نظامی عربستان سعودی که در آمریکا تحصیل کردن و دوریدن وارد سوریه شدن که بتونن به کردها کمک بکنن. مسئله آمریکا و مسئله ترکیه مسئله کردهاست. و چون که 25% قریب 25% از جامعه ترکیه کرد هستن، سوال من اینه که ترکیه میخواد با کردها چه کار بکنه؟ همون کاری که در 1911 کرد، 1.5 میلیون ارامنا رو قتل عام کردن، بعدا گفتن قتل عام نکردیم. امروز اون اتفاقا نمیتونه بیفته. امروز ما در عصر اینترنت هستیم و اون اتفاقاتی که در اون زمان افتاده من فکر نمیکنم الان بیفته. بفهمید درسته. و حتی مسئله اینه که اگر به کشور خودمونم نگاه بکنیم، این مسئله وجود داره، یعنی اینکه الان این آتش رو دارن میارن به ایران که ما به سمت اعتراضات محلی قومی اینطوری حرکت بکنیم. الان هم 10 تا جریان چی نامه نوشتن که ما میخواییم جدا بشیم. خب اینا همه زنگ خطره و آمادگی این شرایط وجود داره، تو شرایطی که یک شخصیتی مثل آقای ترامپ در کاخ سفید نشسته و بسیارم پاپولیست عمل میکنه، با حرفای ساده‌ای که میزنه میگه بعب نداره، ما بالاخره این نفت دیگه، شما میخواین چیکار کنین؟ نفت گرون بشه، الان نفت 52 داره، این چقدر عالیه، ما روابط خودمون رو با دوستانمون نمیخوایم از دست بدیم. در حالی که ولیوهای آمریکا همونطور که چند بار اعلام کردم، مطالب حقوق بشر، حقوق انسان، معرفت، قانون، اینا بوده. بیایم به همین وضعیت دوباره، این در آمریکا در مورد پرونده آقای ترامپ مسائلی داره میگذره. آقای کومی رو دوباره احضار کردن که بیاد، این رئیس سابق اف بی آی که آقای ترامپ اخراجش کرد، صدا کردن که بیاد و احضارش کرده، سوپینا کرده. ایشون هم گفته که من در شرایطی حاضرم بیام که به صورت پخش عمومی باشه، جلسه آزاد باشه، در اتاق دربسته من حاضر نیستم شرکت بکنم. چیه صحنه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ قبل از اینکه من این سوال جواب بدم، یادآوری میکنم که
در زمانی که آقای رابرت مولر، باب مولر رئیس FBI بودن، در زمان آقای پرزیدنت ترامپ، ببخشید پرزیدنت بوش، آقای کومی معاون ایشون بودن. این دو نفر رابطه بسیار نزدیکی رو با هم دارن. و در زمانی که آقای کومی رئیس FBI شدند، کسی که به عنوان بازپرس مخصوص انتخاب شد، خب آقای باب مولر بود. بنابراین رابطه این دو نفر هم اگر بخوایم واقعا منصفانه و عادلانه صحبت بکنیم، بحث بکنیم و تحلیل بکنیم، باید بهش اشاره بشه. اتفاقاتی که امروز داره میفته آقای بهبهانی اینه که خب ما منتظر انتخابات میاندوره‌ای بودیم و یک سکوتی بر این مسئله تحقیقات انجام گرفته بود و اون به خاطر این بود که دادستان مخصوص آقای باب مولر نمیخواستن که اشتباهات آقای کومی رو بکنن و در واقع داخل مسئله سیاست بشن. در پشت سر اینها آقای بهبهانی، قبل از اینکه آقای در واقع کومی بخوان صحبت بکنن، منظورشون اینه که من پشت در بسته دیگه صحبت نخواهم کرد که مطالب من به سمع ملت آمریکا نرسه. من میخوام در یک کمیته که به طور آزاد پخش تلویزیونی میشه از من هر سوالی رو دارین من جواب بدم. ولی من قبل از اینکه وارد مسئله آقای کومی بشم، راجع به این پرونده کمی فقط صحبت بکنم. امروز مسئله اینجا هست آقای بهبهانی، و اون مسئله اینه که آیا اون ویدیویی که آقای ترامپ در سال 2016 داشت و برگشت، هنوز رئیس جمهور نشده بودن، و برگشت گفتش که راشا، من روسیه، من امیدوار هستم روسا که شما بتونید برید از طریق ویکیلیک ایمیل هایی رو که خانم کلینتون پاک کردن بیارید و نشون بدید که خانم کلینتون چه کارهایی رو میخواستن انجام بدن. خب این ویدیو هر وقت که در حالا یوتیوب یا در سوشال میدیا پخش میشه، یا از طریق مطبوعات آمریکا پخش میشه، مطبوعات مخالف پرزیدنت ترامپ پخش میشه، خب دردی رو در داخل آمریکا ایجاد میکنه، و اونم اینه که آیا واقعا طرفداران آقای پرزیدنت ترامپ با ویکیلیک رابطه داشتن؟ یکی از اشخاصی که با کمپ آقای ترامپ بوده، آقای راجر استون، یکی از همکاران ایشون، در هفته آینده ایندکت خواهد شد، مورد جرم قرار خواهد گرفت، و ایشون الان داره با آقای باب مولر صحبت میکنه که در واقع جرمشون کمتر بشه. ایشون شخصی بوده که با ویکیلیک تماس مستقیم داشته و خود آقای جولیان اسانج، و برای همین هم است که آقای باب مولر، اگر خاطرتون باشه در چند هفته پیش ما راجع به این مسئله صحبت کردیم که آقای باب مولر حتی مسئله ویکیلیک رو و آقای جولیان اسانج رو مورد اتهام قرار دادن و میخوان که با ایشون هم صحبت بکنن. منتها آقای جولیان اسانج رئیس ویکیلیک در سفارت اکوادور در لندن هست و در اونجا یه اتاقی رو بهش دادن و با یه گربه داره زندگی میکنه. بنابراین امکان بیرون اومدن ایشون اگر از اون سفارت بیرون بیاد، به طور حتم از طرف دولت انگلستان به آمریکا استرداد داده خواهد شد یا به بقیه کشورها که مورد اتهام قرار بگیره. چرا ویکیلیک مهمه؟ برای اینکه این ایمیل هایی که از طریق حزب دموکرات، ببخشید، ایمیل های مال حزب دموکرات و دست و همکاران خانم کلینتون وقتی که هک شد، در واقع روس‌ها و ویکیلیک با هم دیگه همکاری میکردن. دلیلی که من این توضیح دادم اینه که همکار آقای راجر استون که الان با آقای باب مولر داره صحبت میکنه، اگر این مسئله ثابت بشه، اون چیزی که میسینگ لینک، اون در واقع زنجیری که گم بوده، اینجاست که کمپ آقای ترامپ با روسا همکاری داشته، بنابراین خود آقای ترامپ همکاری داشته. آقای باب مولر در اونجا دنبال اون میسینگ لینک، دنبال اون در واقع زنجیر گم شده است میگرده که آقای پرزیدنت ترامپ رو بس بکنه به اینکه ایشون تبانی کردن، کلوژن کردن. بنابراین این اتفاقی که الان داره میفته. اما در رابطه با آقای کومی، آقای کومی برای آقای باب مولر ستار ویتنس، یعنی اون شاهد ستاره هستن ایشون، و در واقع کسی بوده که آقای پرزیدنت ترامپ از ایشون سوال کرده که آیا من مورد اینوستیگیشن و تحقیقات هستم یا نه. و من فکر میکنم که آقای کومی حداقل بر این تصور بوده که اتفاقات و تحقیقاتی که شروع شده بوده زودتر به نتیجه برسه، ولی خب با برکناری آقای جف سشن رئیس دادگستری آمریکا، این خطر وجود داره که کسی که حداقل از طرف آقای ترامپ به این سمت برسه، جلوی آقای باب مولر و گروهشون رو بگیره. بنابراین آقای باب مولر داره از آقای کومی استفاده میکنه که پیامی رو که خودش نمیتونه
من نمیخوام بگم تبانی بین این دو نفر هست، ولی حداقل این دو نفر که هر دو از وکلای در واقع خیلی با سابقه هستند و سالیان سال در مسند FBI بودن، به این مسئله آگاهی دارن که زمانی که آقای کومی بخواد صحبتهاشو به طور عمومی اعلام بکنه، شنوندگان بسیار بسیار زیادی در آمریکا خواهد داشت. بفهمید. درست، کاملا معلومه. باز برمیگردم به همین پرونده و انتخاب این آقایی که آقای ترامپ برای پست دادگستری معین کرده، که خودش دارای پرونده است و این نمیتونه این حکم رو بگیره. وضعیت این رو چجوری میبینی؟ آیا واقعا میتونه این وزیر دادگستری بشه؟ فکر میکنی سنا این رو میپذیره با توجه به انتخاباتی که انجام شد؟ آقای پرزیدنت ترامپ هنوز کسی رو به عنوان رئیس ببخشید دادگستری آمریکا به سنا معرفی نکردند. آقای ووتکر از طریق پرزیدنشال اپوینتمنت داره این کار انجام میشه که ایشون میتونه 90 روز و 90 روز این کار رو انجام بده. به این معنی که زمانی که یک نفر بخواد در آمریکا بخواد سمت‌های مهم آمریکا، یعنی وزارتخانه‌های آمریکا رو بگردونه، چه از CIA یا FBI یا وزارت دادگستری، باید از طریق سنای آمریکا و کمیته‌های تاییدیه مورد تایید قرار بگیره. این آقای بوتگار رو ایشون، آقای پرزیدنت ترامپ، امروز فقط و فقط به عنوان رئیس دادستان موقتی آمریکا تعیین کردن. رئیس جمهور این قدرت رو داره، اون پرزیدنشال اوردر، اون پرزیدنشال پاور که میتونه هر کسی رو که بخواد برای مدت 90 روز به اون سمت بگماره و بعد از اون ایشون باید مورد تعیین سنا قرار بگیرن. اگر این کار رو انجام ندن، کسی دیگر رو باید بفرستن به سنا، و زمانی که این اشخاص وارد مسئله تاییدیه سنا میشن، اون مسئله که شما اشاره کردین، پرونده یا هر مسئله دیگه هست، پیش میاد. چرا؟ برای اینکه FBI شروع میکنه به تحقیق کردن در رابطه با این شخص و تمام دادگاه ها و پرونده ها و هر چیزی که هست بیرون میاد. خب در آمریکا هم که میدونید انقدر سیستم های قضایی و سیستم های در واقع پژوهشی بسیار هست که بلافاصله با شماره زدن سوشال سکیوریتی شما تمام این مسئله بیرون میاد. بنابراین باید دید که آقای ترامپ چه بازی سیاسی، اسمش من میذارم بازی سیاسی آقای بهبهانی، ایشون داره با وزارت دادگستری آمریکا بازی میکنه. یعنی اگر کسی رو در فکر داره آقای ترامپ که به عنوان رئیس دادگستری آمریکا انتخاب بشه، خب میتونن اعلام بکنن. این کار رو ایشون تا آخر سال نخواهد کرد و من فکر میکنم در اول ژانویه کسی رو ایشون به این عنوان منتصب خواهد کرد، ولی تا اون زمان این آقای بوتیکار به عنوان اکتینگ جنرال اترنی آمریکا خواهد بود. حالا چه پرونده داره یا نداره، چه صحبت‌هایی کرده نکرده، یک چیز مشخص آقای بهبهانی، و اونم اینه که ایشون طرفدار سرسخت آقای ترامپ و مخالف سرسخت آقای باب مولر و تحقیقات ایشون در رابطه با تبانی کمپ آقای ترامپ با روسا هستن. بفرمایید. ولی پرسش آخرم اینه خواهد بودش که این آقای ترامپ واقعا نمیدونم تو تخیلش چیه، که معلومه چیه، اون میخواد که قادر متعال باشد، خودش تنهایی همه کارا رو انجام بده، و این دعوایی که با دستگاه قضایی آمریکا را انداخته و به قاضی ها میگه که اینا قاضی من اوباماست، نمیدارم اینجوریه، حتی راجب اون جنراله که اکنون اعتراض کرده با آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس، آقای ترامپ مرتب در حالی که میگه که این طرفدار کلینتونه، این از یاران کلینتونه، و کار به جایی رسید که رئیس دیوان عالی، رئیس سوپریم کورت اعلام کرد که ما قاضی هیچکی نیستیم، ما قاضی مردم آمریکا هستیم و دستگاه قضاوت آمریکا. این دعوا رو چرا آقای ترامپ را میندازه به نظرت؟ دنبال چی میگرده؟ جواب خلاصش مثال قدیمیه، تفرقه بینداز و حکومت بکن. این جواب ساده سوال شماست، ولی در واقع ریشه های این مسئله، البته من فکر میکنم که میدونید که رئیس
دیوان عالی آمریکا جاستیس رابرتس، ایشون ریپابلیکن هستن، یعنی دموکرات نیستن. در زمانی که قضات دیگر به در واقع رئیس دیوان عالی آمریکا وقتی با هم یه صحبت میکنن و میبینن که حملات پی در پی این رئیس جمهور داره در واقع سیستم قضایی آمریکا رو خراب میکنه، و اونم من فکر میکنم به این دلیل بود که آقای پرزیدنت ترامپ گفتن که این کاروانی که داره از مکزیک و آمریکای جنوبی میاد نمیتونه اینجا به این دلیل و به این دلیل ما نمیتونیم به اینا پناهندگی بدیم. ولی در زمانی که سازمان‌های موافق این پناهندگان و سازمان‌های طرفدار پناهندگان به دادگاه که بهش میگن 9th Circuit در آمریکا، 9 تا قسمت داریم که هر کدام از این ایالت‌ها شامل این سرکت‌ها، شامل دادگاه‌های مختلف میشن و این دادگاه‌هایی هستند که در واقع دادگاه‌های فدرال آمریکا قبل از دادگاه عالی آمریکا هستند. 9th Circuit در سان فرانسیسکو هست و تمام مسائلی رو که در این منطقه آمریکا در غرب آمریکا میفته میبرن اینجا. و در واقع وقتی که سازمان ACLU این شکایت رو برد که نخیر این پناهنده ها میتونن وارد آمریکا بشن، قاضی کل اون قسمت گفتش که حق با در واقع سازمان ACLU که از در واقع طرفدار پناهنده ها هستن و رئیس جمهور اشتباه فکر میکنه. از اینجا بود که آقای منظور 9th Circuit این بود که تصمیم رئیس جمهور غلطه. از اینجا بود که آقای پرزیدنت ترامپ با سواد کلاس سومی که دارن شروع کردن حمله کردن به این قضات، و آقای جاستیس رابرت بیرون گفتن که اینها هیچ کدوم قاضی ترامپ، بوش، قاضی کلینتون و قاضی هیچ کس نیست، اینها قضاتی هستن که در آمریکا به ملت آمریکا دارن خدمت میکنن. و حقیقت امر همینه. بالاخره آقای بهمانی، هر کسی صاحب ایدئولوژی سیاسی است. شما یه ایدئولوژی سیاسی دارین، منم یه ایدئولوژی سیاسی دارم، دلیل نمیشه که من غلطم شما درستین، شما درستین، این دلیل نمیشه. باید یاد بگیریم که چطور میتونیم با همه ایدئولوژی‌های فکری و سیاسی زندگی بکنیم. آقای پرزیدنت ترامپ نمیتونه. آقای پرزیدنت ترامپ فقط یک شخص نارسیسیست خودبین هست که فقط در تمام صحنه سیاست یک نفر رو میبینه و اونم شخص خودشه. و این اشکالیه که امروز آمریکا شما اشاره میکنید مسئله پاپولیست بودن. بله خب درسته، ولی من فکر میکنم که پاپولیست بودن هم آقای بمانید در یک چارچوب درستی باید انجام بگیره، نه در این چارچوب که آقای ترامپ صبح تا شب از طریق توییت حالا به قاضی‌ها حمله میکنن، حالا به ژنرال‌های بازنشسته آمریکا حمله میکنن و میان در تمام افغانستان. ما 10,000 نفر نیروی آمریکایی داریم ولی در مرز کالیفرنیا با مکزیک و در مرز آریزونا و مرز تکساس با مکزیک بیشتر از 15,000 نفر نیروی نظامی، نیروی فعال نظامی آمریکا رو خوابوندن. خب این نشان دهنده تفکرات نادرست شخصیه که فکر میکنه که این کاروان الان میرزن تو این کشور، یا اینکه شاید هم خبرسازی برای طرفداران خودشون و در واقع شنوندگانی دارن در بین طرفداران خودشون که گوش میکنن. و من فکر میکنم که آقای ترامپ همینطوری این تبل انتخابات رو تا سال 2020 به همین نفع خواهد زد و ادامه خواهد داد. بفرمایید. بله، جالبش اینه که صحبت از معاونشه که فکر میکنن که آقای پنس رو ایشون کنار خواهد گذاشت اگر در دوره بعدی بخواد که کاندید بکنه، چون که بحث وفاداریه، معتقده که حتی پنس هم بهش وفادار نیست. حتی در یه ویدیو نشون میده که در یک جلسه ای فرض کنید که آقای ترامپ سر میز نشسته و این بطری آبو میگیره میذاره زمین، فوراً در همون لحظه مایک پنس هم دست میکنه بطریشو ور میداره میذاره زمین. اینقدر این وفاداریشو اعلام میکنه، ولی با همه این اوصاف آقای ترامپ معتقده که او بهش وفادار نیست. باید منتظر بود و دید که آقای مولر و این پرونده چه سرنوشتی رو خواهد داشت. ازت ممنون و سپاسگزارم از اینکه مهر میکنی، این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنینت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و جمعه دیگر. متشکرم آقای آلبرت، ممنونش. با تشکر و بدرود. متشکرم. بهای شنیدین فرمایشات آقای
آلبرت بوتساز، امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانتون معرفی کنید، یعنی mihantv.com رو به دوستانت معرفی کن، اپلیکیشن رو دانلود کنید، به شبکه های اجتماعی مراجعه کنید. آدرس ما تو تمام این شبکه ها هست میهن تیوی 1، یعنی youtube.com/mihantv1 یا facebook.com/mihantv1، همینطور تویتر، همینطور در کانال تلگرام. سابسکرایب کنید و لینک ها رو لایک کنید، شیر کنید. این دیگه حد اقلی است که میتونی انجام بدی. خواهش میکنم در این زمینه مددرسان باشید. حمایت مالی دغدغه ماست. در این زمینه ما را یاری برسان. متشکر از شما.